سلامتی گران به هدیه است که خداوند متعال برای بشر داده است. پس از سلامتیتان در بخش نبض سلامتی صبح و زندگی با بخش نسخه سخت و ساز و تازه های طبی حفاظت کنید. امروز هم یکی از موضوعات بسیار مهم و جالب را انتخاب کرده ایم و مشخصا می خواهیم که در مورد حالت به نام اپندکس بر شما عزیزان معلومات بتیم که گاه اوقات هم این اپندکس التهابی می شود و سبب میشه که افراد به مشکل مواجه شوند و گاه اوقات هم اینا باید سریعا با به دکتر مراجعه نکنن مراجعه بکنند اگر مراجعه نکنند به طرف دکتر نرن مشکلات خیلی جدی برشان ایجاد خواهد شد مشخصا در رابطه با علت و عوامل التهاب اپندکس می هم صحبت بکنیم با دکتر صاحب خیلی عزیز و گرامی که با ما هستن دکتر صاحب احمد نوی داریایی جراح عمومی که همین لحظه با ما هستن بسیار خوش آمدین دکتر صاحب صحبت سلامت باشین در نخست سلام تقدیم می کنم خدمت تمام بیننده های تلویزیونتون و بیننده های برنامه سوف زندگی محسن بخش سلامت سلامت باشین تشکر دکتر سایه مام خوشحال هستیم از حضورتان در برنامه یک تعداد زیاد از بیننده ما هم تقاضا کرده بودن که ما در مورد اپندکس برشان معلومات بتیم که چرا گاه اوقات این اپندکس التهابی میشه و سبب میشه که حتما جراحی شوه و توسط جر عمل جراحی برداشته شوه میخوایم ابتدا از شما معلومات را داشته باشیم در دا رابطه با اپندکس که چی هست اپندکس یک قسمت یک روی مایست که از قسمت ابتدایی اهمای بزرگ منشه گرفته و از نظر فیزیولوژی در قسمت ابتدایی جدار ابتدایی اهمای بزرگ قرار داره و از نظر فیزیولوژی وظیفهش به سیستم مافیات رول داره در گذشته وظیفهش معلوم بود اما اون که تحقیقات صورت گرفته نشان میده که در سیستم مافیات یا سیستم دفاعی وزویت رول داره دمی... بسیار خوب دکتر صاحب اپندکس در نزد کدام افراد بیشتر دیده میشه و اکثریت مریضایی که حالت اپندکس می داشته باشن و اپندکسشان البته حالت التهابی را به خود میگیره در کدام سنین سال قرار می داشته باشن بیشترین واقعاتش در دهه دهم ده تا سیوم حیات یعنی از سن ده سالگی تا سن سی سالگی می باشه. اما پایین تر از این سن و بالاتر هم می باشه اما با فیصدی کمتر با. و از ده سال به پایین فیصدیش کم است تا پنج سال است پنج سال و پایین در نزد نوزادان یک فیصد در حدود واقعاتش است و در افراد کاهل هم بسیار فیصدی کم است بله در مورد اعراض و علایم و یا هم نشانه های اپندکس بر ما معلومات بتین که اگر از یک فرد التحابی میشه کدام مشکلات فرد میتونه ازش شکایت بکنه اولین حوالی نرازش خود درد بدن است از یک درد بدنی که گاه گاهی از اطراف سر و یا از قسمت بالای بدن از بالای میده از قسمت درد شروع میشه و با تجید به تمام بدن انتشار میکنه در ابتدا شدتش کم می باشه و با تدریج افزایش پیدا میکنه معمولا در دو درد, درد که آغاز میشه همون زمان است که اتفاق افتیده خدا التهاب اپندکس و تا 24 ساعت تمام عراضش برملا میشه و در حدود 24 ساعت تا 36 ساعت احتمال به طرف پاره شدن میره ده فیصد از ده 24 ساعت تا 36 ساعت اول در احتمال پاره شدنش در حدود ده فیصد است به تقیب از او که ساعت خود حالت التابی بلند میره در هر ساعت 5 فیصد افزایش پیدا میکنه بله. احتمال پاره شدنش درست دکتر صاحب یک تعداد از مریضا هم زمانی که احساس درد می داشته باشن در قسمت بدنشان و یا هم فکر میکنن که ممکن اپندکسشان التهابی شده باشه و حالت اپندیسایتس برشان ایجاد شده باشه اونا صبر میکنن منتظر می باشن و میگن که شاید دردی که در قسمت بدن یا شکم ما هست شاید زودتر رفع شود یا مشکل ما برطرف شود زمان مشخص باید نزد دکتر مراجعه بکنن و مشکل خود حتما جدی بگیرن در مجموع تمام اشخاصی که از درد بطن شاکی هستند نباید دوای خود سرانه بگیرند اکثرا مریض که زمان درد بطن پیدا میکنند دوای زیده مگروب یا ویازد و... درد استفاده میکنند درد ناپدید میشه در حالی که امون درد یک خود است یا خطر است برای است برای دکتر سایبا و برای خود شخص که متوجه میشه که در بدن شخص مشکل ایجاد شده همین خودش متوجه میسازه دکتر سایبا را. با. دیگه زمانی که خاموش شوه پروسه التحابی اونجا جریان داره اما به دکتر مراجعه نکرده دوا گرفته خودش احساس درد نمیکنه دیگه نتیجه میشه که پروسه پیش بره و به طرف پاره شدن بره خدا روی اپندکس بله گاه اوقات هم دکتر صاحب زمانی که مردم میفهمند که ممکن مشکل التهاب اپندکس داشته باشن میرن به طرف تداوی های خودسرانه و معمولا هم تداوی های یونانی و از بعضی گیاه ها و مواد دیگه که مردم برشان توصیه میکنن استفاده میکنن این موضوع تا چه اندازه میتونه که التهاب اپندکس را تشدید بکنه در مجموع تداوی است استثنای که بعدا خود در گفتیم که یک نوش که ناب یا غیر بندیشی باشه که باکتری ها در خود جدار لومن اپندکس موافق کده باشه در اینی صورت در گاه گاهی در تداوی با انتیبیوتیک یا در وادوی های زیده مگروب میشه که خاموش و طرف شفایب شدن یا رزولوشن بره دکتر صاحب راه های تشخیص التحاب اپندکس کدام ها است؟ برای اپندکس علامت چند علامت تضبیت شده در جهان که از از رویت از موها میشه که تشخیص صورت بگیره <تصفح> از نظر خود دمایینی فیزیکی که سایناس با نام کارسان یا زنگ ساین و پوسوا ساینی سایناس که خود دکتر سایبایی در اجرا میکنند بسیار <تصفح> و از... و غیر از اون معاینات تشخیصی دیگه به مریض داده نمیشه میشه ماینات خون داده میشه او هم معاینات خون در صورت التهاب با پاندکس باشه یک قسمت یک اگه... بح. مگروب خون بالا می باشه در یک مقدار او کمک کننده از تشخیص و ماینات اولتراساند و هم بر تشخیصش کمک کننده است یا ماینات تلویزیونی و هم بر مم. تشخیص تفریقیش مثلا بح. بیچاری حالت های دیگه هم هست که در این نقطه ای که اپندکس هست سبب درد نایی اپندکس میشه و هم مثلا در نزد خانم کیستاس یا سنگ هایی که در طرق بولی میباشه ایناست و دیگه مشکلاتی است که میشه با اونا حمله خارج رحمی است و اولتراساوند در تشخیص تفریقی شام کمک کننده است و در جهان غرب امروز از سیتیسکن بیشتر مورد استفاده مهم. قرار میگیره که 95 فیصد درجه اساسیتش را است در مقابل اپندیسید یعنی در 95 فیصد تشخیص اپندیکس با سیتی دقتش 95 فیصد بسیار خوب دکتر صاحب آیا راه تداوی التهاب اپندکس فقط جراحی است یا راه تداوی دوایی یا کیمیاوی هم داره؟ تنها رای تداویش جرایی است که پروسه عملیاتی ایجاب میکنه اما یک رندمایز استرائیل یک نوع تحقیق است که در سویدن اجرا شده اونا گفتن که در مراحل ابتدایی در صورتی که نه نابسترکتیفش یا غیر باندیشیش با باشه که در حدود چهل فیصد التهاب های به اپاندکس با می شکل میباشه باشه یا نه و با غیر باندیشیش می باشه در او حالت ها می تاند انتیبیوتیک های ضد زد مگلوبی در ابتدا مر... سبب شفایب شدن اپاندیسی چوه مهم. اما در حمل... اعتمال حملات بعدی در حدود 40 تا 60 فیصد نزدمی اشخاصی که در مرحله ابتدایی تداوی شده تداوی با انتیبیوتیک ها در از یا عملات دوباره و سبب پاره شدن سری را میشه بله این خاطر انها تدابیش جرایی است بسیار خوب دکتر صاحب در مورد طرز عمل عملیات و پروسه آماده سازی مریض به خاطر عملیات میشه معلومات شما را داشته باشیم که چگونه یک مراحل مریض تای بکنه بعد از اینکه با شوبی عاجل مراجعه میکنه تکمیل ماینات شخص تکمیل میشه تشخیصش تثبیت میشه که اپاندیسیت است و مطابق معمولی که در تمام جهان با جوری عملیات های جراحی یک موافقه از طرف خود شخص و یا پایوازش که برادر یا پدرش یک روز و فامیلش می باشه موافقه مهم. از اونها میشه و با عملیات خانه آماده می شده آماده می مریض قبل از عملیات اودی زیده مگروب برش داده میشه بسیار. و در صورتی که کمبود مایات یا مشکلات یا کمبود خون داشته باشه این تمامات برش گرفته میشه به عملیات انتقال داده میشه عملیاتش فرق میکنه در اشخاص نظر به اندام اشخاص نظر به حالت <applause> اپندکس نظر به موقعیت اپندکس از 15 دقیقه میشه جولیان عملیاتش تا یک ساعت یک و نیم ساعت هم میشه از 15 دقیقه نظر با موقعیت های اپندکس و نظر به حالتی که می داشته باشه متفاوت از دن اشخاص بسیار خوب گاه اوقات هم مردم فکر میکنن که شاید در افغانستان اگر ما نیاز به عملیات جراحی داشته باشیم مشکل ما رفع نشه یا درست توسط دکتر صاحب ها توسط یک تعدادشان عملیات ما صورت درست صورت نگیره نظر شما در این موارد چی است تا چی اندازه امکانات تجهیزات و وسایل و فهم دکتر صاحب در این زمینه خوب است این یک خودش یک واقعی معمول جرایی در تمام کشورهای جهان تشکیل میتن و بیشتر دا اکثر دکتر صاحب های جرایی تجربه خوبی دارن برای عملیات اپندکس اما حقا. ای که اشخاص گاهی ناوقت به شفاخانه مراجعه میکنن یا یک سلسله مشکلات و دیگه در حالتهای های یا موقعیتهایش های میداده باشه وقت بستری شدن مریض به شفاخانه فرق میکنه یا گاهی اوقات قسمتی که پاره میشه به خاطر جای عملیات خود همی باز مانده میشه به خاطر تخلیه میکروب هایی که در داخل بطن جمع شده باشه اینی مسائل متفاوت از نزد اشخاص و خود اندازه شقهایش تفاوت میکنه در نزد شخص او نظر به وزن شخص و اندام شخص باز هم اون موقعیت اپندکس فرق میکنه مقدار شق اندازه شق صورت که صورت میگیره یا پارگی که برای اجرای عملیات یا صورت میگیره دو فرق میکنه اما تا مجموع دکتر سایبا از تجربه خوبی برخوردار هستن دکتر سایبا اجرایی برای اجرای عملیات اپندیسی بله دکتر سایبا پس از که عملی برداشتن خود اپندکس تمام میشه و مریض پس از عملیات چه کارهایی را باید انجام بده چه توصیه هایی را شما برش می داشته باشین غذای بیشتر مایات اخشونه استراحت به سر خود دامدار نسازه باید به فعالیت های روزمره خود ادامه بده حداقل با فعالیت های روزمره خود ادامه نمیده روزانه دو بار سه بار با ساعت 145 دقیقه یا یک ساعت قدم بزنه دوامدار استراحت نباشه بیشتر مایات بگیره و از کدام نوع خاصه که غذاهای یا خوردنی بعد از عملیات مریضا پریز نمی باشند که خود اشخاص در خانه هایشان از دل خود و یا به گفته بعضی دوست و اقارب خود پریز میکنن از بعضی غذا خصوصا ها که باز وقتی به شفاخانه دوباره مراجعه میکنن که پریز کردن و مقامتشان پایین شده سبب التهابی شدن زخم و نایی پارگی میشه ای از مشکلاتی است که خود بخ... مردم با خود ایجاد حتی بعضا میوه های است که توسط بعض از ازای از از خانواده یا کسایی که نسبتا محسن هستند توصیه میشه که از فلان میوه استفاده نباید بکنیم که سبب التهابی شدن اکثر... میشه اکثرا وقتی با مریضا رخصت میسازیم میگیم خودت از, از چیز پلیز نیستی او بازنام میگیرم میوه را یا بعضی خوردنی ها را یا گوشت موی نمیخورم دکتر صاحب یا کیلا نمی بله در مجموع بله. یا برای اشخ... هیچ مشکل ندارد از هیچ چیز از از دا. بله چون که زمانی که مریض یک پروسه عملیات را پری میکنه و مورد جراحی قرار میگیره طبعا که سیستم معافیت بدنش دوباره نیاز داره که تقویت شه و به خاطر تقویت سیستم امنی دخیقا. یا دفاعی بدن ما نیاز دخیقا. داریم که از سبزی ها و همچنان از میوه ها بیشتر استفاده بکنیم به ویژه میوه هایی که بیشتر تقویت کننده هستند، هاوی ویتامین هستن میتونن که در قسمت تقویت سیستم دفاعی بدن ما نقش بسیار مهم و ارزنده داشته باشن دکتر صاحب در مورد هزینه عملیات التهاب اپندکس هم میخوایم از شما بپرسیم که آیا هزینه کمتر داره و یا هم هزینه بالاتر داره که مردم کسایی که بیشتر مشکل اقتصادی دارن آیا میتونن این عملیات را انجام بدن؟ در های دولتی تمام ارزی خدمات سی و همتانان ما رایگان است. <تصفح> یک مقدار کم دوا نیاز باشه که از بیرو بگیرن دیگر تمام مراحل که به سر میشن، مایناتشان ما میشن را... تمامش رایگان است تنها مو بیستوانی که حالا بعد از اینکه مراجعه میکنه با مریض از مدت یک سال شد به شفاخانه که ما مربوط خود وزارت سلامتی میشم بیستوانی میپردازم دیگه کدام پولی پرداخت میکنن و کسی ازشان چیزی توقع نداره و مصرف این کار ندارن اما در شفاخانه دولتی شخصی او در نظر به موسط درجه شفاخانه از دیگه بعضی شفاخانه مقدار کم بعضی شفاخانه مقدار زیاد تفاوت است که نظر به خود سهولت ها و امکاناتی که در شفاخانه هاست به از او فیس اخذ میکنن که تو دقیق فیس از طرف کلام نهاد برشان یا خود وزارت سطح آمان مشخص آه. شده باشه نیست بله و حالا دکتر صاحب می که توصیح های کلی و عمومی شما را داشته باشیم بر مردم ما و به بر کسایی که تا حال مساب به التحاب اپندکس نشدن به تمام آمانتان های ما پیام ما در ابتدا در صورتی که درد بطن یا درد شکم پیدا میکنند دوای خودسرانه سرانه نگیرند باید به دکتر سایبا مراجعه کنند و در قدم دوم مشکل امده ای که است که ما اکثرا وقتی مراجعه میکنند به شفاخانه دکتر سایبا برشان بر مریضا میگه و باید پایوازش که شما چهار التحاب اپندکس هستین یا اپندسایت شدین قبول نمیکنن میگن پای ما را ما حرکت داده میتونیم هیچ اپندکس با حرکت پای ارتباط نداره یک نوش است که یک فیسدیش تشکیل میتکه که بالا یک قسمت یک از عضله جدار خلف بطن قرار میداشته باشه در اون صورت به پای مشکلات ایجاد میکنه برآگشتن در غیر از اون اپندکس هیچ التهابی شدن اوروی اپندکس با حرکت پای با شوتکان دادن و شوردانن پای هیچ گونه ارتباطی نداره که نمی سوی تفاهم عمومی است که در بین مردم و دیگه ای که با دکترای خود اعتماد کنند در صورتی که برشون گفته میشه که اپاندیکس هستین یا وادی روی اپاندیکسیتون با التهاب مواجه شده ما اصلا با های میشه که موافقت داشته باشند با عملیات شان که برای خودم درد سر نسازند بر سیستم صحی سی هم اکثرا مریض که موافقه نمی بر عملیات میگن ما نیستیم یا میخواین نظر دو دکتر سه دکتر سایبایی داشته باشند کی یه قصد پیشون نمیگیره میده میتونن داشته باشن نظر دو سه دکتر سایب باره اما موافقه داشته باشن با دکتر سایب وای وقتی با شفاخانه مراجعه میکنن که برای خودشان مشکلی ایجاد میشه و یا میدن از شفاخانه سیستم سی دوباره ده سات بعد یا دوازده سات بعد دوباره با شفاخانه مراجعه میکنن که با دکتر سایب یک سلسله مشکلات ایجاد میشه دقیقا پس نزد هر دکتر سایب که شما مراجعه میکنین کوشش بکنین که پلان تداوی را به صورت درست بالایتان تطبیق بکنین و دواهایی که از طرف دکتر سایب با شما ما تجویز میشه کوشش بکنین که به صورت کاملا منظم استفاده بکنین و مو دوایتان را تا ختمش استفاده بکنین اتو نباشه که یک دو روز استفاده بکنن وقتی که مشکلشان حل شاید شد شاید. دیگه ادامه نتن بگوین ما کاملا خوب شدیم بازم یک دنیا تشکر میکنم دکتر سای از حضورتان در برنامه و از که دعوت ما را پذیرفتین و توصیح های بسیار خوبتان را در رابطه به التها و اپندکس با ما و بینندای عزیز شریک زنده باشین سلامت باشین تشکر از شما و از برنامه‌تون که ما را وقت داریم که در خدمت تمام ما قرار بگیریم و خصوصا این موضوع که یک بار دیگه تکرار میکنم که اپندیکس التحابش با حرکت دادن پای ارتباط نداره که از هموطنهای مایی سوی تفاهم از دیگه بگذاره تشکر سلامت باشین وقت خوش بخیر بخیر از شما هم تشکر میکنم هموطنان عزیز منتظر بخشای بعدی برنامه صبح ها زندگی باشین تا ساعت ده مهمانای عزیز با ما خواهند بود و صحبت های می میداشته باشیم هموین افغان هم به منطقه نواباد دهمزنگ شهر کابل رفته و با دو طفل بیبزاعت صحبت های میداشته باشند تشکر از اینکه برنامه های ما را برای دیدن انتخاب کردین اگر علاقه مند برنامه های قبلی ما هستین پس اینجا را کلیک نماین اگر دوست دارین برنامه های بعدی ما را ببینین پس اینجا را کلیک نماین و اگر میخواین به چینل یوتیوب آریانا تلویژن بپیوندین پس همین لحظه سابسکرایب کنین